روز سه‌شنبه خانواده‌های زندانیان بند 350 زندان اوین در موعد تعیین شده مقابل دفتر آخوند روحانی دست به تجمع اعتراضی زدند تا صدای زندانیانی باشند که اکنون مجروح و مصدوم اما با اراده‌های استوار در سلول‌های انفرادی اوین زیر شکنجه قرار دارند. این خانواده‌ها روز دوشنبه برای دیدار فرزندانشان به شکنجهگاه اوین رفتند، اما وقتی با پاسخ منفی و توهین دشقیمان مواجه شدند، جوابشان فریادهای پرتنین مرگ بر دیکتاتور بود. آنان به این ترتیب نشان دادند که از تهدید نمی هراسند، چون به قول خودشان چیزی برای از دست دادن ندارند. آنها قرار گذاشتند که روز بعد همین فریادهای خشم‌آلود را در برابر دفتر شیخ اعتدال آخوند روحانی به اوج برسانند. زندانی سیاسی آزاد باید گردد و اوین شده فلسطین، مردم چرا نشستین؟ از جمله شعارهایی بود که دستگاه روحانی را در نگرانی فرو برد. ماموران را فرستادند تا آنها را محاصره کنند، تهدید کنند و خط و نشان بکشند. اما به گفته مادران و پدران حاضر در صحنه، آنها تا گرفتن جواب کوتاه نخواهند آمد. دستگاه امنیتی خامنه‌ای روحانی به شدت تلاش می‌کند تا از گسترش دامنه این اعتراض جلوگیری کند، چرا که می‌ترسد مانند رسیدن شعله به انبار باروت، پیامدهای خطیری برای تمامیت نظام در بر داشته باشد. اما می‌بینیم که دامنه امواج اعتراض و استمرار آن روز به روز و ساعت به ساعت گسترش می‌یابد و قطع نمی‌شود. یک طرف دستگاه بیره و پرقساوت امنیتی آخوندها با هزاران مزدور و آدمکش استخدام شده، و در طرف دیگر گروهی زن و مرد دردمند اما خشمگین و زندانیانی که هدف وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفته و مجروح و مصدوم شدند. چگونه است که ماموران سرکوبگر تا دندان مسلح و دارای تجهیزات کامل ضد شورش نمی توانند از پس این پدران و مادران برآیند و از ادامه اعتراض آنها جلوگیری کنند؟ آیا با تعادل قوای تازه‌ای در صحنه جامعه مواجه هستیم؟ اگر نگاهی به انبوه بیانیه‌های همبستگی دانشجویان و جوانان با این خانواده‌ها بیندازیم، به جواب نزدیک می‌شویم. هزاران جوان مبارز و اشرف نشان آمادگی خود را برای پشتیبانی اعلام کردند یا عملاً به صحنه آمدند. حضور زندانیان سیاسی سابق در جمع خانواده‌ها نشان از ظرفیت انتشار این امواج اعتراضی دارد. اما جواب نهایی به طور خلاصه از حقایق زیر به دست می آید. پایداری زندانیان مقاومی که از ایستادگی مجاهدان اشرفی الهام گرفتند و سوگند خوردند که تا آخرش خواهند ایستاد. آنها یک هفته توطئه و فشار و شکنجه دشقیمان برای به تسلیم کشاندن را ناکام گذاشتند. اعتراض خانواده های این زندانیان که آنها هم از شجاعت اشرفی ها و اشرف نشان ها الهام گرفته و گفتند در برابر فشارها و تهدیدها کوتاه نمی آیند. امواج گسترده پیدا و ناپیدایی حمایت جوانان و دانشجویان که در فضای بهاری مقاومت و پایداری به هر قیمت در حال رشد و گسترش است. عملکرد زهر در پیکر فرتوت نظام ضد بشری ولایت فقیه و به زانو در آمدن آن بر اثر سه دهه نبرد بیامان مقاومت ایران و قرار گرفتن در بنبست کامل و آستانه سرنگونی. این حقایق بر واقعیت تعادل قوای جدید میان دو نیروی چنگ در چنگ، یعنی مردم و مقاومت ایران از یک سو و رژیم آخوندی از سوی دیگر، مهر تأیید می‌زند.